بسم الله الرحمن الرحیم. با هر ادب اولتر از همه سلام علیکم شاگردای عزیز نازنین، خدا کنه که خوب و صحتمند بوده باشین. برنامه حل سوالات فرمه های کنکور هسته، به ادامه برنامه های قبل در خدمت شما شاگردای عزیز نازنین قرار داریم. تا فرم شماره نوام شاگردای عزیز نازنین تا سوال 27 کار کرده بودیم، میریم به سوال 28 شاگردای عزیز نازنین. بخش ریاضیات فرم نوام سوال 28. سوال 28 گفته اگر یک رابطه برای ما داده، گفته نایه تصاویری رابطه مسایب چند است؟ در حقیقت رنج از ما پرسان کرده. ببینید شاگردای نازنین، سوال 28 گفته اگر آر مساوی است به دو منفی دو و چار منفی چار، شش منفی شش، شش منفی شش باشد و از ما پرسان کرده، گفتن نایه تصاویر این تابی را دریابید که مسایی به چند می شود. در حقیقت شاگرده عزیز نازنین رنج تابیر از ما پرسان کرده که مسایی به چند می شود، یعنی رنج چه از ما؟ شاگرده عزیز نازنین رنج را پرسان کرده، گفته مسایی به چند می شود. خب چهار گزینه داده، گزینه هایش را دقت کنید. گزینه اول منفی دو، منفی چهار، منفی شش و گزینه دوم مثبت دو، منفی شش و گزینه سوم مثبت چهار منفی شش. من به ترتیب چهار گزینه دادم و از ما رنج پرسان کرده که مساوی به چند می شود. شاگرد عزیز نازنین دقت بکنید آفرین. خب برای دریافت رنج ما یک دومین داریم، یک کو دومین داریم. در حقیقت از ما کو دومین زیر پرسان کرده که مساوی به چند می شود. خب دقت بکنید شاگرد عزیز نازنین، نوشته می کنیم ال برای دریافت نایه تصاویر تابی و شاگرد عزیز نازنین اگر بخوایم دومین زیر دریافت بکنیم، منفی دو کدومین شما مزیرت منفی دو، منفی چهار و منفی شش است. مساوی است نوشته که نمیتون آر از رنجش یا مساوی میشود، مساوی است بر منفی دو، منفی چهار و منفی چند، منفی شش. اینی شاگرده لایقه نازنین در قطع رنج یا کدومین یعنی تابیست که در چهار گزینه تا قطع کنیم. گزینه اول درست است. اگر دومینش از ما پرسان بکنم، دومین یعنی تابیر از ما پرسان بکنم، دومین از زیر شاگرد لایق نازنین گرفته می توانیم دومین شک از ما پرسان کنه، دومین از می در نتیجه خب نیاز به دومین نیست چون دومین از ما نخواسته، فقط کد دومین خواسته بود. یارو اینجا که دریافت کردیم شاگرد از نازنین منفی دو، منفی چهار و منفی شش است. بریم به سوال شماره 29. سوال شماره 29 از ما پرسان کرده، گفته یک تابی داده، گفته تابی FX مساوی است دو ضرب در X به نمای 100 فکتوریال تقسیمی 100 فکتوریال ضرب در 100 فکتوریال مثبت x به نمای چند؟ 100 مثبت 1 باشد. گفته شما رابطه زائد را دریافت نمایید که مساوی به چند میشه. گفته اگر یک تابی داده باشد، در حقیقت گفته در نتیجه d 100 فکتوریال fx تقسیم دی از x 100 فکتوریال مساوی به چند می شود. خب چهار گزینه با ما به ترتیب داده، گزینه اول شده دقت کن آفرین، گزینه اول مثبت دو، گزینه دوم 1/100 فکتوریال، گزینه سوم 3 فکتوریال و گزینه چهارم
صفر فاکتوریال 4 گزینه برای ما دادن و از ما مشتق خواسته که مساوی با چند بشه. در حقیقت مشتقیم عدد صدم از ما خواسته که مساوی با چند بشه. مشتق عدد صدم که بخوایم دریافت کنیم، در نتیجه گرفته می توانیم حل و رابطه گرفته می توانیم اینی چیز از ما پرسان کرده. در حقیقت دی صد با توانی صد فاکتوریال افی از اکس تقسیم دی اکس صد فاکتوریال مساوی است با، خب اینجا عدد صد مکه از ما پرسان کردم مشتق چند رو مشتق عدد صد ما گرفته می توانیم شاگرد لایق نازنین دوی بر دوی بر صد فاکتوریال ضرب در عدد صد، ضرب به فاکتوریال ضرب در چند ضرب در صد فاکتوریال. خب بالاخره به اساس قوانین اختصار سازی و به اساس قوانین مشتق در حقیقت این 100 فاکتوریال با این 100 فاکتوریال خلاص میشه، جواب مساوی با چند میشه؟ مساوی با جواب مساوی با 2 میشه، جواب مساوی با 2 در نتیجه جواب چندم درسته؟ در 4 گزینه که دقت بکنیم و گزینه چندم درسته است؟ گزینه اول شاگرد ازم درسته است، چند 2 در حقیقت به اساس رابطه دلیل کردیم، رابطه که ما داشتیم اف ایکس از ما پرسان میکرد اف ان، در حقیقت اف ان از x که از ما پرسان میکرد مساوی f n از x مساوی است با a n ضرب در n فاکتوریال. این رابطه به اساس این رابطه شاگردان لایق نازنین اینا محاسبه میکنیم، در نتیجه جواب مساوی به چند میشه؟ 2. در 4 گزینه که دقت میکنیم گزینه چندم درست است؟ گزینه اول درست است. خب ان شاء الله که فهمیده باشین شاگردان عزیز نازنین، بریم با سوال شماره 30. سوال شماره 30 را دقت بکنید شاگرد عزیزم، گفته اگر ویکتور یو مساوی با ای یو مثبت 5 باشد، گفته پس برای کدام قیمت ای ویکتور مقدار ویکتور یو مساوی با جذر دوم 34 می باشد. دقت بکنید شاگرد نازنین، سوال شماره 30 گفته اگر ویکتور یو مساوی است با ای آی مثبت 5 جی باشد و اگر مقدار ویکتور یو مساوی با جذر دوم 32 باشد، در نتیجه قیمت ای مساوی با چند است؟ دقت کنید شاگرد عزیزم، گفته ویکتوری یو مساوی با و ویکتوری یو، خب ویکتوری یو از ما قیمت متلقیش پرسان کرده که مساوی با مقدار قیمت متلقی ویکتوری یو مساوی با 34 جذر دوم 34 باشه و گفته قیمت ای مساوی با چند بشه. 4 گزینه داده، گزینه اول ای مساوی با 5، گزینه دوم ای مساوی با 3 و گزینه سوم ای مساوی است با 1 و گزینه چهارم ای مساوی با 2. 4 گزینه برای ما داده، دقت کنید شاگردان لایق نازنین، گفته اگر ویکتور یو مساوی با ای آی مثبت 5 باشد و برای کدام قیمت ای جو مقدار ویکتور یو مساوی با جذر دوم 34 از شاگردان لایخو نازنین به می ترتیب برای ما بیان کرده. خب قیمت ای را از ما خواسته، گفته قیمت ای را دریابید که مساوی با چند می شود. خب ما اگر مقدار قیمت یو را که شاگردان لایخو نازنین در نظر بگیریم، دقت بکنیم، اول که یک رابطه بررسی داریم، یک رابطه بررسی داشتیم شاگردان لایخو نازنین که مقدار ویکتور یو یا قیمت متلقی ویکتور یو مساوی است با جذر دوم ای مربع مثبت بی مربع. این یک رابطه بررسی داشتیم. خب اینا لازمه که پرسان بکنه شاگرد نازنین قیمت ای و
بیر از اینجا میگیرم، قیمت بی چند است؟ 5. قیمت ای چند است؟ در حقیقت خود ای هست که میتونیم به جایش ذکر بکنیم. در نتیجه گرفته میتوانم نوشته میکنم ال، در نتیجه نوشته کردم میتونم قیمت ویکتوری یو چند است؟ جذر دومی 34 مساوی است با قیمت ای چند است؟ خود ای مربع مثبت. قیمت بی چند است؟ 5. قیمت بی 5 است. شاگردان لایق و نازنین، قیمت بی چند است؟ 5. و در نتیجه به ترتیبی را گرفته بیتواریم که جذر دوم 34 جای خود باشه مساوی است با اینجا را میگیم ای مربع، در حقیقت ای مربع خودش باقی میمونه، کدام تفاوتی نداره، مثبت. و قیمت بی را که ما شاگردان لایق و نازنین در نظر بگیریم، قیمت بی چند است؟ 25. 5 مربع میشه 25. 5 مربع چند؟ 25. شاگردان لایق و نازنین، اما در 4 گزینه که ما دقت بکنیم گزینه هایش را به ترتیب شاگردان لایق و نازنین و گزینه های متفاوت شاگردان لایق و نازنین، گزینه اول 5 است، گزینه دوم هم 3 و گزینه سوم 1 و گزینه چهارم هم در حقیقت چند است؟ در حقیقت 2 هست شاگردان لایق و نازنین. خب اینا تا به اینجا که پیش رفتیم، ما اطراف اینی جذر مربع میکنیم، اطرافی که مربع بسازم اینی جذر 34 هم پس میشه. نشته کردم میتونیم در نتیجه جذر دوم 34 کل مربع مساوی است با جذر دوم ای مربع مثبت 25 در نتیجه کل مربع. این تیک رابطه با تشکیل میشه و ما خوانده بودیم که درجه جذر با توان مجذور اختصار کرده، درجه جذر با توان مجذور اختصار کرده میتوانیم، یعنی اینی درجه توان مجذور 2، درجه هم 2 خلاص میشه، توان مجذور 2 درجه هم 2 خلاص شده میتوانه. در نتیجه باقی میمونه 34 مساوی است با ای مربع مثبت چند؟ 25. 34 ای مربع مثبت چند؟ مثبت 25. خب در حقیقت یک معادله تشکیل شده شاگرد لایق نازنین، اینی 25 ای طرف مساوات میره، 25 ای طرف مساوات که بیارم در نتیجه گرفته میتوانم و ای مربع مساوی است با از 34 که 25 تفریق شد چند باقی من؟ 9. و اطراف تحت جذر میرم، اطراف که تحت جذر مربع بگیرم خلاص شوه. در نتیجه شاگرد لایق نازنین قیمت ای مساوی با چند میشه؟ قیمت ای مساوی میشه بر 3. قیمت ای چند بوده؟ 3 بوده. این اطراف تحت جذر گرفتم، جذر مربع نو چند است؟ 3. در 4 گزینه که دقت بکنیم گزینه چندم درست است؟ گزینه دوم شاگرد لایق نازنین درست است. خب این بود سوال شماره 3 تون. میریم به سوال شماره 31 فرم نهم تون بخش ریاضیات. در سوال شماره 31 گفته در یک ردیف حسابی و چند تا جز. سوال شماره 31 دقت بکنید آفرین، گفته در یک ترادف حسابی عد اول یک مساوی به 4 باشد و فرق مشترک دی مساوی به منفی 4 باشد، فرق مشترک مساوی به منفی 4 باشد و تعداد حدودش هم n مساوی به 10 باشد و اس 10 جمله آن را دریابید که مساوی به چند می شود. اس 10 جمله آن را دریابید که مساوی به چند می شود. گزینه ها داده، گزینه اول 220، گزینه دوم 222 و گزینه سوم منفی 140، منفی 140 و گزینه چهارم منفی 144. منفی چند؟ 144. گفته در یک ردیف حسابی حد اول منفی 4 و همونطور 4 و 0 و منفی 4 به ترتیب رفته، گفته مجموع 10 حدی آن را دریابید که مساوی به چند می شود. خب عدی اول هم در حقیقت 4 و فرق مشترک هم منفی 4، فرق مشترک هم منفی 4 و تعداد جملاتش هم مجموع 10 حدی اول آن را دریابید که مساوی به چند می شود. این 10 و ایس 10 را پرسان کرده که مساوی به چند می شود. خب و رابطه که شاگرد لایق نازنین برای ازی ما داریم، اگه یادتون باشه ما یک رابطه به ترادف حسابی با حاصل جمعشان دو تا رابطه شاگرد نازنین داشتیم، به اساس دو رابطه در نظر میگیریم و رابطه که برای ازی داشتیم اس ان مساوی است با ان بر 2 ضرب در 2 ای 1 مثبت
n منفی 1 ضرب در d. این تگ رابطه شاگرده نازنین برای دریافت حاصل جمع داشتیم زمانی که امکان پذیر است که عدی اول برای ما داده باشد، تعداد دو داده باشد و فرق مشترک یا تعداد جملات برای ما داده باشد و از ما حاصل جمع را بخواهد و اساس از این محاسبه کرده میتوانیم. خب دقت کنید شاگرده از نازنین، ما گرفتم میتونم ایسی ده جمله را خواسته از ما. نوشتم میکنم ال ایسی ده مساوی است با این چند است؟ این ده دهی بر دو ضرب در دو ضرب یک. یک چند است؟ عدی اول چار. یک عدی اول چار مثبت این چند است؟ ده منفی یک ضرب در فرق مشترک. فرق مشترک چند است؟ منفی چار. فرق مشترک منفی چار است. و شاگرده خوب نازنین گرفتن میتوانیم در نتیجه اینجا میگیم بیدا میشم و اسی این یا اسی ده اسی جمله دوم مساوی است با اینجا ده تقسیم دو میشه پنج. ده تقسیم دو میشه پنج، دو چار اشت، اشت مثبت. از دکی یک برا میمونه چند؟ نو. از دکی یک برا میمونه منفی، خب مثبت نو. از عدد دکی یک تفریق شد میمونه مثبت چند؟ مثبت نو ضرب در منفی چار. ضرب در چند؟ منفی چار. در نتیجه ایسی ده مساوی است با حاصل جمع ده جمله را خواسته که از ما مساوی به چند میشود؟ پنج ضرب در اشت مثبت. اینجا دقت کنید مثبت ضرب منفی مثبت که ضرب منفی شد میشه منفی. مثبت ضرب منفی منفی 9 4 36 این تگ رابطه تشکیل میشه و در نتیجه ایسی ده مساوی است با از شاگردان لایق نازنین که ما نظر به گزینه هاش که ببینیم گزینه هایی که برای ما داده، گزینه اول گفته 220، گزینه دوم 222 و گزینه سوم منفی 100، گزینه سوم منفی 140 و همچنان گزینه چهارم منفی 144 است. شاگردان لایق نازنین که از ما پرسیدن که به ترتیب گزینه هاش، ولی حاصل جمع 10 جمله را خواسته که مساوی بر چند میشد. خب ببین دقت بکنیم اینجا از 36 که 8 برام میمونه چند؟ 28 منفی 28. از منفی 36 که مثبت 8 تفریق کنیم میمونه منفی 28. در نتیجه گرفتم میتوانیم اس 10 اس جمله دوم مساوی میشود 5 8 4 4 هم 0 روش 4 اصیل 2 5 10 10 جمع دو. خب دو پنج ده شاگرده لایق نازنین ده جمع دو میشه چند؟ دوازده. اما ده جمع چار رو مزیده ببینید شاگرده نازنین پنج ضرب هشت چل چل هم صفرش چار هستی دو پنج ده ده و چار میشه چند؟ چارده. یک صد و چل علامه هم چیست؟ منفی. مثبت ضرب منفی منفی. در حقیقت شاگرده لایق نازنین حاصل جمع ده جمله آن منفی چند بوده؟ منفی یک صد و چل بوده. در چار گزینه که دقت بکنیم در چهار گزینه دقت بکنیم شاگرد لایق نازنین گزینه چندم درست است؟ گزینه سوم درست است. منفی 100 چند؟ منفی 100 چند. در یک ترادف حسابی برای ما داده بود که هرگاه فرق چه عدی اولشون 4 باشد، فرق مشترکشون منفی 4 باشد و حاصل جمع 10 جمله آن را دریابید که مساوی به چند می شود. ما حاصل 10 جمله شو محاسبه کردیم بر اساس فرمول زری. شاگرد لایق نازنین اس ان مساوی می شود ان بر 2 ضرب 2 ان 1 مثبت ان منفی 1 ضرب در دی. محاسبه کردیم مساوی به چند بود؟ مساوی به منفی 140. حاصل جمع ده جمله آن مساوی به منفی 140 میشه. در چهار گزینه که دقت کنیم گزینه چندم درست است؟ گزینه سوم درست است. ان شاءالله که فهمیده باشین. تشکر بسیار زیاد که بیننده برنامه هستین، شاگرده عزیز نازنین و کسانی که برنامه را تعقیب میکنین در اثنای تماشای برنامه. شاگرده نازنین حتما قلم و کتابچه داشته باشین و بعضی مسائل ها که نیازتون است را یادداشت بکنین، چون یکی از اصول یادگیری سوالات کنکور یادداشت برداری از شاگردای خوب و نازنین. خب دقت کن شاگردای عزیز نازنین، بریم به سوال شماره 32. سوال شماره 32 گفته طول قطری اطول بیضوی معادله زل را x مربی بر 399 مثبت y مربی بر 400 مساوی به 1 باشد، گفتم مساوی به چند است؟
معادله رو داده گفته طول قطر اطول بیضوی شه دریابید که مساوی با چند میشه. و دقت کنید سوال شماره 32 گفته x مربعی بر 399 مثبت y مربعی بر چهارصد مساوی به یک باشد. y مربعی بر 400 مساوی به یک باشد. گفته طول قطر اطول بیضوی را، یعنی در نتیجه از ما ای زبر را خواسته که مساوی به چند می شود. ای زبر را خواسته مساوی به چند می شود. برای ما چهار گزینه به ترتیب دادم. گزینه اول 399، گزینه دوم 20، گزینه سوم 40 و گزینه چهارم 400. چهار تا گزینه برای ما با ترتیب داده و از ما خواسته که شما طول قطر اطول بیضوی را دریابید که مساوی به چند میشود. شما عزیز نازنین معادله داده که x مربع بر 399 مثبت y مربع بر چند 400 مساوی به یک باشد. طول قطر اطول بیضوی را دریابید که مساوی به چند میشود. خب دقت کنید شما عزیز نازنین، یعنی ای زبر از ما خواسته، ما رابطه داریم برای ای زبر. خب بر صورت اول شکل عمومی که معادله که نظر به معادله ما بگیریم، قیمت ای نوشته میکنیم ال، ساده تر حلش میکنم. شاگردان خوب نازنین گرفته میتوانم ای مساوی به چند است؟ 400. ای مربع مساوی به چند است؟ 400. در نتیجه قیمت ای مساوی به چند میشه؟ مساوی به 20. قیمت ای مساوی به 20. قیمت بی را بخوایم پیدا کنم، نوشته کردم میتوانم بی مربع مساوی است به 399 که در نتیجه قیمت بی را که اطراف تحت جذر بگیریم، بی مساوی است به جذر دومی چند؟ 399. این قیمت چند است؟ قیمت بی است که از ما پرسان میکنه به ترتیب. خب حالا از ما پرسان کرد که طول قطر اطول بیضوی را دریابید که مساوی به چند میشود. در حقیقت از ما خواسته که ای ما داریم ای زبر طول قطر اطول بیضوی مساوی به چند؟ ای است 2 ای. اما بی زبر مساوی به چند بی است؟ مساوی به 2 بی. ولی از ما ای زبر خواسته، نوشته کردم میتونم ای زبر مساوی میشه بر 2 ضرب قیمت ای چند است؟ قیمت ای 20. قیمت ای 20 است. در نتیجه گرفته میتونم ای زبر مساوی میشه بر 2 20 ما چند؟ 4. 2 20 ما 4. خب طول قطر اطول بیضوی از ما پرسان کرد مساوی به چند میشه؟ مساوی بر 4 میشه. در 4 گزینه که دقت بکنیم، گزینه چندم درست است؟ گزینه سوم شاگرد عزیز نازنین درست است. ان شاء الله که فهمیده باشین به می ترتیب شاگرد لایق نازنین کار میشن و شکل محاسبهش و طریقه محاسبهش به می شکل است که در نظر گرفتیم. خب میریم به سوال شماره 33 شاگرد عزیز نازنین. سوال شماره 33 را دقت بکنیم. سوال شماره 33 گفتم مشتق ترتیب اول تابع ذیل لن ساین 2x مساوی به چند می شود؟ سوال شماره 33 گفتم مشتق f x مساوی است با لان ساین 2x. مشتق اول اون گفتم مساوی با چند می شود؟ مشتق اولش از ما خواسته که مساوی با چند می شود. خب چهار گزینه برای ما داده. گزینه اول کوتانجانت 2x، گزینه دوم، گزینه دوم شاگردای نازنین دو تانجانت 2x، گزینه سوم دو کوتانجانت 2x و همچنان گزینه چهارم تانجانت 2x. خب از ما پرسان کرد که مساوی بعد چند میشود. شاگرد لایق نازنین و رابطه که داریم برای حل کردن سوال ما در نظر بگیرید. دقت بکنید شاگرد عزیز نازنین، ما رابطه داریم برای ازی. خب
رابطه که y f x مساوی میشه بر لن ساین 2x سوال داده برای ما، اما ما یک رابطه داریم که هرگاه داشته باشیم، هرگاه داشته باشیم y مساوی است بر لن u داشته باشیم، مشتق قضیه که از ما پرسان کنه y زبر مساوی است بر u زبری بر چند، u زبری بر u اینتگر رابطه است که برای ما رابطه داره. حالا ما به اساس این رابطه محاسبه کرده میتوانیم داشته باشیم. سوال داده برای ما گفته f(x) مساوی است با لن و ساین 2x، 2x داده برای ما، گفته شما مشتق قضیه داریم که مساوی به چند میشود. خب مشتق قضیه که از ما پرسان کرده، ما با ترتیب زیر شما بدون لایق نظرین گرفته میتوانیم در نتیجه f زبر از x یعنی f زبر از x مساوی است با از مشتق ساین شاگرده نزنین. خب میشه کوساین. خب این اگه مشتق ساین 2x رو بگیریم میشه 2 کوساین چند x؟ 2x تقسیم چند؟ تقسیم u. u چند است؟ ساین 2x. u چند است؟ ساین 2x. شاگرده لایق نزنین. خب ساین 2x، اما در چهار جواب میدیم به این شکل جواب شاگرده لایق نزنین نداریم که ما به این شکل جواب داشته باشیم. در نتیجه نوشته کنم میتوان f زبر از x مساوی است با کوساین بر ساین میشه چی؟ کوتانجانت. دو کوتانجانت دو اکس. جواب اینی گزینه درستش است که بعد چهار گزینه داشته باشیم. دو کوتانجانت دو اکس. شاگرد لایق نادانی که دقت بکنیم دو کوتانجانت دو اکس گزینه چندم درست است؟ گزینه سوم. شاگرد لایق نازنین درست است. انشالله که فهمیده باشین. شاگرد خوب و نازنین، این بود سوال شماره سوم. شماره سوم دیگه، سوال شماره سوم از شاگرد عزیز نازنین. و تشکر که بیننده برنامه هستین. شاگردای خوب نازنین، برنامه علی سوالات فرمای کنکور هسته. اگر بعضی مشکلات یا ناقصا برنامه داره شاگردای نازنین، ما پیش از پیش پوزش میخواییم، چون حتما در قبال هر مشکل و هر نقطه ضعف و یا هر مسائل دیگه شاید یک مسائل یک مشکلی هم حتما وجود داشته باشه. میریم به سوال شما را 34 هم. سوال شما را 34 سوال شماره 34 هم از ما پرسان کرده، گفته هرگاه میلی خط مستقیم که از نقاط 3 و منفی 2 و از نقطه 2 و 7 عبور میکند مساوی به چند است؟ میلی خط مستقیم برای ما دادن. دقت بکنید شاگرد لایق نازنین، سوال شماره 34 میلی خط مستقیم از نقاط سه و منفی دو و بی و دو هفت، بی گفته دو هفت باشد، گفته شما میل را دریابید که مساوی به چند می شود. ام یا میل از ما خواسته مساوی به چند می شود؟ گفته میلی خط مستقیم که از نقاط سه و منفی دو و دو هفت عبور می کند مساوی به چند می شود. خب دقت بکنید گزینه هاش، گزینه اول 8 است و گزینه دوم منفی 8 و گزینه سوم منفی 9 و گزینه چهارم مثبت 9 باشد و میل از ما خواسته که مساوی به چند می شود. خب شاگردای خوب و نازنین دقت بکنید، میریم به طرف علش سوال برای ما داده، ما اینو می خواهیم حل بکنیم. اول خب اینی نقاط مکمل رابطه میل داریم، ام مساوی است به y2 منفی y1 تقسیمی x2 منفی x1. این تک رابطه برای از این میل رابطه شاگرده از میداشته باشیم، ولی از ما گفتم میل خط مستقیم که از نقاط 3 و 2 منفی 2 عبور و 3 منفی 2 و 2 و 7 عبور کند مساوی به چند میشد. میلش از ما خواسته به ترتیب دریافت نموده میتوانیم. خب دقت بکنید شاگرده از میخو رابطه است که برای ما دادن و اساس رابطه محاسبه کردن میتوانیم. میخو رابطه است که در حقیقت به اساس نقاط اگر داده باشه برای ما و از ما میل بخواه به اساس رابطه محاسبه کرده میتوانیم. در نتیجه گرفته میتوان M مساوی است و Y2. خب اینی را قیمت گذاری که بکنم شاگرده ازم، این میشه X1 اینی میشه و Y1 اینی میشه X2
اینی میشه چند واحد اگر قیمت گذاریش بکنم، نیاز به قیمت گذاری نداره، فهمیده میشه. ولی قیمت واحد چند است؟ افت منفی قیمت واحد یک چند است؟ منفی منفی دو شاگرد تا لایق نازنین، منفی چند؟ منفی دو. خب ما یک بار این سوال ببینیم که اشتباه نشده باشم. گفتم مایل خط مستقیم که از نقاط، خب اشتباه نشده شاگرد تا لایق نازنین، دقت بکنیم به ترتیب در نظر میگیریم. و وای دو افت است و وای یک چند است؟ منفی دو. خب منفی ضرب منفی میشه مثبت چند؟ مثبت منفی ضرب منفی مثبت دو تقسیمی اکس یک، اکس یک اکس دو، اکس دو چند است؟ منفی مثبت دو منفی، اکس یک چند است؟ مثبت سه. در نتیجه را گرفته میتوانیم مایل مساوی است و مثبت دو مثبت افت میشه مثبت نو تقسیمی منفی چند؟ منفی یک. چون از منفی سه که مثبت دو برم میمونه منفی یک. در نتیجه شاگرد لایق نازنین و ام مساوی میشود، در نتیجه ام مساوی میشود منفی تقسیم مثبت منفی، چی با مزیرت مثبت تقسیم منفی منفی، نو تقسیم یک جواب میشه چند؟ نو. مایل خط مستقیم از ما خواسته بود که نقاط شداده بود مساوی به چند میشود؟ نو. در چهار گزینه که دقت کنیم منفی نو شاگرد لایق نازنین گزینه چندم درست است؟ گزینه سوم درست است. ان شاءالله فهمیده باشین. میرم با سوال شماره 35. سوال شماره 35 دقت کن آفرین. سوال شماره 35. سوال شماره 35 گفته انتگرال، انتگرال تانجانت، تانجانت x منفی جذر 2، تانجانت x منفی جذر 2 سکند مربع x منفی یک، سکن مربع x منفی یک و d از x مساوی به چند می شود؟ چهار گزینه برای ما دادم. دقت کن آفرین. گفته تانجانت x منفی جذر دوم سکن مربع x منفی یک مساوی به چند می شود؟ چهار گزینه برای ما داده. گزینه اول، گزینه اول گفته خب به ترتیب شاگرد لایق نازنین حل میکنه، نیاز به گزینه هایش نیست، چهار گزینه داده. گزینه اول لان قیمت مطلقه کوساین x منفی جذر دوم سکنت x مثبت یک. گزینه دوم لان ساین قیمت مطلقه ساین x منفی جذر سوم کوساین x مثبت سی. و گزینه سوم منفی لان کوساین قیمت مطلقه کوساین x منفی جذر دوم سکنت x مثبت سی. و گزینه چهارم تانجانت x منفی جذر دوم سکند مربع x منفی یک مثبت سی. شاگرد لایق نازنین خب دقت بکنید، نیاز به گزینه هایش نیست چون گزینه هایش جای زیاد میگیرن. نریم به طرف حلشان. شاگرد نازنین اول نشته کردم میتونم انتگرال تانجانتی، تانجانتی x خودش باشه منفی، اینجا شاگرد نازنین سکند مربع x، سکند مربع x منفی یک قیمتش چند؟ تانجانت مربع x نشته کردم میتونم جذر دومی تانجانت مربع چند؟ تانجانت مربع x و d از x در نتیجه مساوی است با گفتم میتونم انتگرال تانجانت x اینجا جای خود باشه، تانجانت x جای خود باشه منفی جذر مربع تانجانت x میشه چند؟ تانجانت x شاگرد لایق نازنین تانجانت x d از x و در نتیجه مساوی است با، در نتیجه مساوی است با اینی مثبت تانجانت x با منفی تانجانت x چی میشه؟ خلاص میشه. مثبت تانجانت x با منفی تانجانت x خلاص بکنیم میمونه انتگرال و شاگرد لایق نازنین صفر ضرب خلاص میشه نیست صفر dx، صفر چند؟ dx و صفر dx شاگرد لایق نازنین ما در چهار گزینه که دقت میکنیم گزینه هاش نظر به این شرط گرفته نشده و صفر dx شاگرد لایق نازنین معلوم دار است که وقتی که صفر ضرب dx شاید ما از صفر انتگرال بگیم خب مساوی به چند میشه؟ عدد ثابت دیگه، مساوی به سی. خب سی عدد ثابت هست در چهار گزینه که دقت بکنیم شاگرد لایق نازنین گزینه سی عدد ثابت نداریم، گزینه سی یا عدد ثابت نداریم. اما شاگرد خوب نازنین نظر به رابطه هایی که گرفته در حقیقت گزینه چهارمش درست است. چرا؟ چون تانجانت x منفی جذر دوم سکند مربع x منفی یک رابطه به رابطه که واسه کنیم مثبت سی داره، مثبت سی در آخر مثبت سی مونه، وقتی ما رابطه را واسه کنیم خلاص میشه مثبت سی مونه. جواب گزینه چندم درست است؟ گزینه چهارم درست است. ان شاءالله فهمیده باشین شاگرد خوب نازنین. و تشکر که بیننده برنامه هستین. برنامه حل سوالات فرم های کنکور هست، شاید سوالات به طور مکمل حل نشه و بعضی موضوعات یا بعضی استفاده هست شده. همه شاگرد لایق نازنین
شما بپذیرین دیگه، به خاطر که کلی مسائل ما نمیتونیم اینجا بیان بکنیم. بریم با سوال شما را 37 تام دیگه. سوال شما را چند؟ 37. سوال شماره 37، باز شاگرده لایق نازنین تعریف مشتق برای ما دادن، نظر و تعریف مشتق از ما رابطه پرسان کرده. دقت بکنید شاگرده عزیز نازنین، سوال شماره 37 هم نیک 36 هم. سوال شماره 36 هم گفتن لیمیتی که ایچش تقرب با لیمیتی که ایچش تقرب با سوی صفر داشته باشم، لانی ایش تقریبا سوی صفر داشته باشد، لانی 4x مثبت 4h منفی لانی 4 مثبت لانی 4x، در نتیجه تقسیم h باشد، گفتم مساوی به چند می شود؟ 4 گزینه برای ما با ترتیب دادن. گزینه اول دقت کن شاگردان نازنین، گزینه اول گفته 1 بر x، گزینه دوم 1 بر 3x و گزینه سوم 1 بر 4x و گزینه چهارم x مربع. 4 گزینه برای ما دادن، گفته شما مشتق از اینه دریابید که مساوی به چند می شود. خب شاگردان خوب نازنین دقت بکن، این هم باز تعریف چیست؟ تعریف مشتق از ما به اساس تعریف مشتق را در نظر گرفته می توانیم. هیچ سوال چندم است که تکرار کار شده دیگر، رابطه داریم شاگردان لایق نازنین. در نتیجه ما رابطه که برای از داریم لیمیت که x یا h تقرب به سوی چند کنه؟ صفر. ما داشتیم f داریم f x مثبت چند؟ مثبت h. منفی f از s f از x تقسیم h، شاگردای لایق نازنین تقسیم چند؟ تقسیم h. خب ببین ترتیب از ما در نظر بگیرن. خب اگر ما نظر به تعریف مشتق شاگردای نازنین میره میاری در نظر بگیریم، این یک رابطه داشتیم که این قسمت شاگردای نازنین در حقیقت fx مساوی به این چیز است، fx مساوی به اون تگرابطه از شاگرده لایق نازنین. که ما گرفتم میتوانیم ال در نتیجه گرفتن نویشه کنم میتوانم fx مساوی است به قسمتی که تابع اصل تابع است، لانی 4 مثبت لانی چند x؟ 4x. لانی 4x این تگرابطه برای ما بریزی داریم که در نظر به تابعی اصل تابعی شاگرده لایق نازنین در نظر گرفته می شود. خب دقت بکنیم مشتق از اینه که ما بخواییم بگیریم در چهار گزینه، مشتق کنم میتونم f زبر از x مساوی است با لانی 4، مشتق لانی 4 خود عدد ثابت است صفر مثبت، و از لانی 4x شاگرده لایق نازنین که ما از لانی 4x که مشتق بگیریم در حقیقت شاگردای خوب نازنین از لن 4x هم که نبوده لن x بوده، این اشتباه نشه شاگردای نازنین از پیشمون اشتباه شده لن x بوده و اینجا رو نوشتم که لن چند؟ لن x 4 لن 4 مثبت لن x بوده. خب اگر لن x هم مشتق بگیریم میشه چند؟ 1 بر x شاگردای نازنین. در نتیجه گرفته میتوانم f زبر از x مساوی میشه بر 1 بر چند؟ 1 بر x. در چهار گزینه که دقت بکنم گزینه چندم درست است؟ گزینه اول درست است که انشاءالله فهمیده باشین. و شاگردای خوب نازنین این بود برنامه امروزی ما، انشاءالله که در برنامه های بعدی در خدمت هستیم. فرم نهمتان بخش ریاضیات و در آخر هر فرم تمرینات است، در تمرینات شاگردای نازنین دقت بکنین و تمرینات رو به ترتیب خودتان حل بکنین. استادی که بخش ریاضی را پیش استاد ریاضی ببرین، بخش فیزیک را پیش استاد فیزیک و همچنان بخشی
کیمیا را پیش استاد کیمیا و بخش بیولوژی پیش استاد بیولوژی سوالای بخش تعمیرات مربوط خودتان میشه حل کنین شما از نازنین. و این بود برنامه امروزی ما، تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. حلافظ ناصرتان، شاد و موفق و کامیاب باشید.